داستان بلندی که این تقدیم موضوعتون میکنیم شب ماه مه نام داره و نوشته نیکولای گوگل با ترجمه زیاه فروشانی و تنظیم رادیویی محمد رزا گودرزی این داستان از کتاب شب نشینی های دهکده نزدیک دیکانکا انتخاب شده است و خصلتی شفاهی و نقل داره گوگل در این کتاب به همه گونه فولکلور، باورها و خرافات مردم اوکراین توجه داشته و با روش قصهگویی اونها رو روایت کرده گوش میکنیم روزانه با سر و صدا دور هم جمع میشوند و در تاریک روشن شامگاه شادی خود را با ترانهایی که رنگی از غم دارند آشکار میکنند همه چیز در حاله ای از ابهام قرار دارد با اینکه هوای دشت تاریک میشد ولی خواندن آواز قطع نمیشد لفکو قذاق جوان پسر کت خدا ساز در دست و کلاه پوست بر سر از آوازخانان جدا شد و در خم کوچه ناپدید شد. همانطور که در کوچه پایی می رفت با تارهای ساز خود ضرب می گرفت و پا می کوبید. آخر سر در برابر کلبه ایستاد استاد که درختان آلبالوی کوتاهی دور تا دور آن را گرفته بود. این کلبه کیست؟ این در از آن کیست؟ کمی خاموش و آرام ماند و بعد به نواختن ادامه داد و آواز خواند. این غذاق جوان ترانه اش را که تمام کرد به پنجره کلبه نزدیک شد و گفت نه انگار پیداست که چشمای روشن یار من هفت پادشاه را در خواب میبینه هانا هانا خوابی؟ نمیخوای بیای بیرون؟ فکر میکنم میترسی کسی ما رو ببینه جا شاید نگرانی که در سرمای بیرون سرما بخوری نه کسی این طرف ها نیست هوام گرمه و من میتونم بالا پوشم رو به تو بدن و شالم رو روی شونه تو بندازم تا کسی نتونه تو رو بشناسه. دور درگاهی من سرت رو یک کمی از دریچه بیرون بیار یا دست کم دستت رو از پنجره درار. وقتی دید خبری نشد با لحنی که نمایان بود از کوچک کردن خود شرمنده است با صدایی بسیار بلند گفت نه nah, دختر خودخواه تو خواب نیستی دوست داری منو به بازی بگیری پس شب خوش از دریچه رو برگرداند و کلاهش را کچ کرد باز با تارهای سازش نرم نرم ضرب گرفت و دور شد در همین زمان کلون در به صدا درآمد و در قشقش کنان باز شد دختری هفته ساله بیرون پرید با کمدلی در تاریکی به جستجو پرداخت و بیان که دست از کلون بردارد یک پا از آستانه در بیرون گذاشت در تاریک روشن کوچه چشمان او چون دو ستاره می درخشید و رنگ سرخ گردنبند مرجانش برد می زد. دختر با صدای نرم آهسته گفت چه تنگ حوصله هیچ نشده به تو بر می خوره. چرا انقدر بی موقع اومدی؟ همه ای مردم محل تو کوچه بالا پایی می رن. سراپام حسابی می لرزه. جوان سازش را که با تصمیه دراز به دوش حمایل کرده بود به پشت انداخت و با او کنار در کلبه نشست و گفت نه ترس و نلرز. دختر به چهره جوان نگاه کرد و گفت میدونی چی فکر میکنم؟ به دلم براد شده که از این پس نباید زیاد هم دیگر رو ببینیم. مردم اینجا آدمای خوبی نیستن. نگاه دخترها پر از حسادت و پسرا از اونا بدتر. فکر میکنم مادرم هم بیش از پیش منم این پاد. باید بگم زمانی که دور از خونه زندگی میکردم راحتتر بودم. همراه آخرین کلمه سایه ای از اندو در چهرهش نمایان شد. لفکو گفت تازه دو ماهه که به خونه و زندگیت برگشتی. حسرت سر رفته. شاید از من دلخوری. دختر خندید و گفت «اوه oh, نه من از تو دلخور نیستم. من از دیدنت و شنیدن صدات خوشحال میشم. لفکو با صدای بلندی گفت متشکرم هانا. هانا گفت راستی بگو ببینم درباره ما به پدرت گفتی؟ به پدرم چی بگم؟ اگه منظور اینه که بگم میخوام زن بگیرم و تو حاضری با من عروسی کنی؟ بله اینو گفتم. اما کلمه گفتن به سختی از دهانش خارج شد. حالا پرسید چی شد؟ میدونی پیرمرد بعد جنس مثل همیشه خودش رو به کری میزنه و بد و بیرا میگه و به من میتوپه که خدا میدونه تو در کجا مشغول ولگردی هستی و با دوستات چه بامبولا میزنی ولی هانا جون ناراحت نباش به تو قول قذاقی میدم که اونو راضی کنم هانا گفت آره لفکو کافیه تو یک کلمه به زبون بیاری و وقت همه چیز اونطور که تو میخوای میشه بعد به در تکیه کرد و چشمایش را رو به بالا به آسمان گرم اوکراین دوخت که از میان شاخ و برگ پرپشت درختان آلبالو که پیش رویشان آویزان بود آبی تیره می نمود. بعد از سکوتی چند لحظه ای هانا گفت نگاه کن به اونجا نگاه کن به اون دوردورا همون جایی که ستاره چشمک می یک، دو سه چهار پنج اینا فرشتهای خدا هستند که دریچه های نورانی منزل آسمانیشون رو به سوی زمین ما باز کردن و از آسمون به ما نگاه میکنن. نه لفکو اینطور نیست؟ اونا به زمین ما نگاه میکنن نه؟ ای کاش مردم بال داشتن و مثل پرنده ها به اونجا به اون جاهای بلند پرواز میکردن. او پشت آدم میلرزه هیچ کدوم از درختای بلوط ما به آسمون نمیرسن اما میگن در سرزمین های خیلی دور نوک بعضی درختها به آسمون رفته و مسیحی در شب عید پاک از اونا به زمین پایین میاد. لفکو گفت نه هانا مسی نردبونی داره که از آسمون یک راست میرسه به زمین. تو شب یه شنبه اید پاک فرشتگان مقرب اون رو به زمین میذارن. همین که مسی پاش رو اولین پله گذاشت هرچی شیطون و شیطون صفته با سر یه هو به جهنم سرازیر میشن. برای همین هم هست که در جشن میلاد مسیح هیچ اثری از شیطون در روی زمین نیست. حالا به آبگیری تیره شده از درختان افرای دورادورش و شاخه های بید مجنون شناورداران اشاره کرد و به حرف درآمد. زمزمه گذر آب چه آرومه مثل بچه ای که تو گهواره خوابیده باشه آبگیر چون پیری فردود در آغوش تیره سرد خود آسمان دور دست را می و ستارگان درخشان اقیانوس گرم شب را غرق بوسه های یخزده خود میکرد. کنار بیشزار جنگل بالای تپه خانه گونه از چوب با دریچه های بسته چرت میزد. خزه و علف های خود رو سقف جگنی آن را پوشانده بود. چند درخت سیب با سرشاخه های انبوه خود در برابر دریچه چتر زده بودند. بیشزار خانه را در بر گرفته و سایه مرموز بر آن انداخته بود. خزانه درختان فندق از پهلوی این خانه شروع میشد و تا کناره آبگیر می رسید. هانا که چشم از خانه بر داشت گفت یادمه مثل اون که خواب دیده باشم. خیلی خیلی پیش از این هنوز کوچیک بودم و همه افراد خانواده بودن. گاه و بیگاه از این خونه ماجره های وحشتناک شنیدم. لفگو تو میدونی؟ دونی. حتما می دونی. برام تعریف کن. لفکو گفت ول کن عزیز من پیر زنا و مردم احمق هزار قصه می سازن. فقط خودتو ناراحت می کنی می ترسی و امشب خواب راحت از چشمان می پره. دختر شوق زده گفت بگو بگو به خاطر من بگو من نمی ترسم تا صبحم راحت می خواب. اگه تعریف نکنی ناراحت میشم و هزار فکر میکنم که مثلا تو کسی دیگه نزیر سر داری و اون وقت خوابم نمی بره لفکو بگو. لبگو گفت باش پس گوش کن سالها پیش یه افسر غذاق تو این خونه زندگی میکرد این غذاق دخترکی زیبا داشت که چهرهش چون برف سفید بود زن او سالها پیش مرده بود به سرش زد که زن دیگری بگیره دخترش به او گفت بابا جون اگه زن دیگری گرفتی بازم مثل حالا از من مراقبت میکنی پدرش گفت بله دخترم از اینم بیشتر تو رو محکمتر از همیشه به سینه و قلب خودم می فشارم. به تو قول میدم که برات گردنبند و گوشواره بخرم گردنبند و گوشواره ای از همیشه درخشانتر سپس پدر زن جوانش را به خانه آورد عروس خانم بسیار زیبا بود ولی به نادختریش چنان نگاهی انداخت که نادختری از ترس تا او را دید جیغ کشید روز اول نامادری قشن حتی یک کلمه لام تا کام با دخترک حرف نزد. شب شد. غذاق با همسر جوانش به اتاق خود رفتند. دختر هم به اتاق کوچک خود رفت و در را به روی خود بست. در دل نگران بود. یک باره اشکش سرازیر شد. سرش را که بلند کرد دید گربه سیاه هولنگیزی پاورچین پاورچین به او نزدیک میشه. موهای سیاه گربه جرقه میزد و با ناخونهای آهنی پنجش کف اتاق را میخراشید. دخترک از وحشت پرید روی نیم گربه دنبالش رفت. دخترک از نیمکت کرد روی جایی که بالای بخاری بود. گربه باز دنبالش رفت. یک باره گربه به گردن دخترک پرید و میخواست خفش کنه. دخترک با جیغی خود را کنار کشید و گربه را به زمین پرد کرد. اما متوجه شد که گربه وحشتناک دست بردار نیست و دزدکی داره نزدیک میشه. زله شد و شمشیر پدرش را که به دیوار آویزون بود برداشت و اون رو چنان به زمین فرود آورد که در کف اتاق فرو رفت و پنجه ای با ناخونهای آهنی جدا شد و به گوشه افتاد. گربه ونگی پر سر و صدا سر داد و در گوشه تاریک ناپدید شد. هانا همچنان زل زده بود به دهان لفکو تا دنباله ماجرا را برایش نقل کند. لفکو نفسی تازه کرد و ادامه داد. دو روز تمام زن جوان از اتاقش بیرون نیامد. روز سوم که سر پیدا شد دستش را با پارچه بسته بود. دختر بیچاره فهمید نامادریش جادوگره و او با شمشیر دست جادوگر رو بریده. روز چهارم پدر به دخترش دستور داد بره از بیرون آب بیاره و مثل دخترهای معمولی روستایی خونه رو جارو کنه و در عین حال به اتاق مخصوص پدر و مادرش پا نگذاره. وردباری نشون دادن برای دختره که بیچاره خیلی سخت بود اما چاره ای نداشت. از دستور پدر سرپیچی نکرد. روز پنجم قزاق دخترش رو پابرهنه از خونه بیرون کرد و حتی لغمه نون خشکم توشه راهش نکرد. اینجا بود که دختر زد زیر گریه و صورت سفیدش را با دو دست پوشوند و گفت بابا تو دخترت رو به دست خودت نابود کردی جادوگر روح گناهکار تو رو تسخیر کرده خدا از سر گناهانت بگذره حتما مشیت خداونده که من در این جهان نمونم سپس لفکو رو به سوی هانا برگرداند و با انگشت به خانه اشاره کرد و گفت میبینی؟ اونجا رو نگاه کن کمی دورتر از خونه ساحل از جاهای دیگه بلندتره دختر از همونجا خودش رو تو آب انداخت و از اون به بعد دیگه کسی اونو ندیده هانا با ترس حرف او را برید و گفت جادوگر چی شد؟ دو چشم هانا که اشک در آنها حلقه زده بود به لفکو دوخته شد لفکو گفت جادوگر؟ پیر که سر از این کارا در میارن میگن از اون وقت هر دختری که خود را در آب گیر غرق کنه در شبای محتابی به این باغ و خزانه ارباب برمیگرده تا خودش رو در نور ما گرم کنه و جلودار همه اونها این دخترک افسر قذاقه البته مدتی بعد یک شب این دخترک نامادریش رو کنار آبگیر میبینه و به او حمله میکنه و با جیگوداد او رو به آبگیر میکشونه ولی جادوگر دست و گم نمیکنه و در زیر آب خود را به صورت یکی از دختران غرق شده در میاره و با این نیرنگ خود را از زخم تازیانه تابیده شده از نیهای سبز که برای زدن او آماده کرده بودند نجات میده. گناه درستی و نادرستی این روایت به گردن پیر اونها اونا میگن که دخترک که افسر غذاق هر شب دختران غرق شده رو به دور خود جمع میکنه و به صورت یکی که اونها خیره میشه و سعی میکنه پی ببره که زن جادوگر کدوم یکی از اونهاست. اما هنوز که هنوزه پیدا نکرده. اگر آدمی زادی به چنگش بیفته وادارش میکنه که از میون مغروغه ها بگرده تا جادوگر را شناسایی کنه و اگر قبول نکنه تهدید به غرق کردنش میکنه این قصه ها رو پیر و پیر مردا میگن لفکو سپس به هانا گفت تازگی ارباب روستا میخواهد در آن کلبه کارگاه الکل سازی را بیاندازد و برای این کار مردی را هم فرستاده تا ببیند آنجا مناسب است یا نه وای سر و صدا میآید انگار بر بچه های ما هستند که از ترانه خانی برمیگردند. خداحافظ هانا، راحت بخواب و در باره قصده پیر زنها فکر نکن. سپس از هانا دور شد. درست در همین زمان قرص آتشین ما تمام و بزرگ با شکوه از زمین سر برآورد. هنوز نیمی از آن زیر زمین بود که همه جهان غرق در نور پر آن شد و آبگیر درخشان و نورباران شد. سایه درختان به نرمی از سبزی تیره علف ها جدا شد. هانا به داخل کلبهش رفت و در را با صدای گوشخراشی بست. شبهای اوکراین را دیده اید؟ اگر ندیده اید به آنها چشم بدوزید. ماه از آسمان چشم به پایین دوخته است و زمین سراسر غرق در نوری نقرفام است. هوای دلپذیر آنجا هم گرم و هم دلچسب است و دریایی از بوی خوش و هر طرف می پراکند. شبهایی خدایی است، شبهایی پر رمز و هیچ تکانی در درختان جنگل نیست، آبگیر آرام و است بیش هزارهای دست نخورده آلبالوی جنگلی با ترس و لرز در آبهای سرد ریشه دواندند و هرگاه نسیم شبانگاهی آرام به شاخ و برگشان میوزد، گرگرشان بلند میشود. در روستاها همه خوابند، اما در آسمان همه چیز زنده است و نفس میکشد. کشد. به زودی همه چیز زنده می شود. جنگل، آبگیر و بیابان. چهچهی رسای بلبلهای اوکراین اوج میگیرد. گیرد. دهکده بالای تپه هنوز در چرت است و انبوه کلبه در محتاب درخشنده و چش نوازتر می نماید. دیگر صدای آوازخانان به گوش نمیرسد. آرامش بر همه جا چیره است. شب زندهداران مؤمن هم به خواب رفتند فقط اینجا و آنجا از دریچه باریک سوسوی چراغی به چشم میخورد آنها خانوادههایی هستند که دیر به خانه برگشتند و مشغول خوردن شام هستند روستایی میانسالی در کوچه پایکوبی میکرد زن مسنی که یک بغل کاه با خود میبرد او را که دید با صدای بلندی گفت عجب مردک احمقی اگه جوون بود بازم یه چیزی بچه ها اگه اونو می دیدن از خنده روده بر می شدن برو خونت مرد حسابی مردم خوابن روستایی ایستاد و گفت میرم از کت خدا هم ترسی ندارم کت خدا فکر میکنه کسیه مرد شورشو ببره فکر میکنه اگه آب و یخ توی سرما روی مردم بریزه اونو آدم حساب میکنن یا مدام به فضولی تو کارهای مردم مشغوله راستشو بخوای من خودم کت خدای خودم هستم. و اولین کلبه که رسید در برابر دریچهش ایستاد و دستش به دنبال دستگیره روی شیشه بالا و پایین رفت و داد زد زن در رو باز کن پیر زن به تو میگم باز کن زود باش قضاق خوابش گرفته چند دختر که رد میشدند با دیدن او دورش جمع شدند و خنده گفتند کالنی کجا میری؟ این خونه ای تو نیست بیا خونت رو به تو نشون بدیم باشه دخترای عزیزم نشونم بدی یکی از دخترها گفت شنیدی؟ گفت دخترای عزیز کالنیک آدم خیلی معدبیه برای همینم هم که شده باید خونش رو بهش نشون بدیم آنها وقتی مقابل کلبهی بسیار بزرگ رسیدند به او گفتند خونت اینجاست در حالی که آن کلبه به کتخدا تعلق داشت. سپس دخترها با خنده و شوخی دور شدند. کالنیک کرد حرف آنها را باور کرده بود به طرف کلبه رفت و باز کتخدا را به باد ناسزا گرفت. اما این کت خدا کیست که این همه از او بدگویی می کند؟ کت خدا بزرگ ده است و مردی مهم. تا وقتی کالنیک به مقصد برسد، وقت خواهیم داشت تا دا درباره کت خدا چیزهایی بگوییم. همه مردم ده تا به کت خدا می رسند از سر بر می دارند. دختران به او سلام می کنند و پسران جوان آرزوی کت خدا شدن دارند. دست بردن کت خدا به هر انفیدانی آزاد است. در دهداری با اینکه که کت خدا بیش از چند رعی ندارد همیشه پیروز است و به دلخواه خود هر کرا به پسندت برای هموار کردن راهها و کندن جویها می فرستد. قیافه کت خدا اغلب اخمالود و خشک است و زیاد اهل حرف زدن نیست. سالها پیش زمانی که ملکه کاترین کبیر به شبه جزیره کریمه سفر میکرد کرد، یک بار این جناب کت خدا را بلد راه کرده بودند. دو روز تمام او راهنما بود. حتی افتخار نشستن کنار سورچی ملکه را هم به دست آورد. از آن زمان کت خدا یاد گرفت که سرش را با وقار و متفکرانه پایین بیاندازد دست به سمیل های درازش بکشد و به مصاحب خود از گوشه چشم چون اقاب بنگرد آن هم از زیر ابرو از آن پس هر صحبتی که پیش می آمد کت خدا با زرنگی بحث را به مسافرت خود با ملکه می کشند. به خصوص به نشستن کنار سورچی کت خدا بدش نمی آمد که هر وقت شنیدن سخنی به سودش نبود خود را به کری بزند از جوانهای ورتی بیزار بود همیشه قبای بلند دست با سیاهی می پوشید و شال پشمی رنگینی روی آن میبست. هیچ کس او را در لباس دیگری ندیده بود. زن کت خدا مرده بود و خواهرزنش به کارهای او در خانه می رسید. شام و نهار برایش می پخت، نیمکت ها را تمیز می کرد، کلبه را با دوغاب سفید می کرد، لباس برای او می دوخت و خلاصه کارهای خانه دست او بود. کت خدا یک چشم داشت، اما با همین یک چشم همه را خوب برانداز می کرد. البته مراقب بود خواهرزنش او را نپاید انگار هرچه لازم بود درباره خدا گفتیم ولی کالنیک هنوز به نصف راهش هم نرسیده بود و همچنان داشت ناسزا نصار کتخدا میکرد لفکو به دوستان سرزندهاش که برای شیطنت های تازه او را پیش میانداختند گفت نه بچه ها نمیخوام باز حوس بامبول زدن کردید از ولگردی سیر نشدیم بدون این کارم به ما طول جن میگن بهتره برید بخوابید خداحافظ دوستان شب بخیر و با شتاب در سرازیری کوچه از آنها دور شد وقتی به کلبه آشنای ما که درختان آلبالو دورش را گرفته بود نزدیک شد فکر کرد آیا هانا خواب است ولی در سکوت صدای گفتگوی آرام به گوشش خورد کمی ایستاد پیراهن سفیدی از میان درختان به چشم میخورد با تعجب فکر کرد یعنی چه آرام آرام نزدیکتر شد و پشت درختی خود را پنهان کرد. صورت دختری که برابرش بود در نور محتاب می درخشید. هانا بود. اما مرد قد بلندی که پشتش به لفکو بود کی بود؟ لفکو بیهوده به چشمایش فشار می آبرد. آن مرد در سایه بود. اما اگر او کوچکترین قدمی به پیش می گذاشت، این خطر وجود داشت که دیده شود. آرام به درخت تکیه داد و تصمیم گرفت از جایش تکان نخورد. دختر نام لفکو را برد. مرد قد بلند با صدایی گرفته ولی آهسته تر از معمول گفت لفکو؟ لفکو که دهنش بگه شیر میده. اگه یه بار دیگه پیش تو ببینمش موهاش را از ته میزنم. لفکو زیر لب گفت میخوام بدونم کدوم پس فطرتی میخواد موهای من را ته بزنه و گردن کشید تا همه ی حرفای آنها را بشنود. اما مرد ناشناس طوری حرف میزد که ممکن نبود چیزی شنیده شود پس از پرحرفی های مرد هانا گفت از خودت خجالت نمیکشی دروغ میگی میخوای منو گول بزنی تو منو دوست نداری هیچ حرفات رو باور نمیکنم مرد بلند قد گفت میدونم لفکو چه چنند و پرندایی به تو گفته در این لحظه به نظر لفکو رسید که صدا آنقدرها ناشنا نیست قبلا هم این صدا را شنیده بود ناشناس به حرفایش ادامه داد. باشه. به لفکو نشون میدم با کی طرفه. جوونک ویلگن مزه مشتای منو خواهد چشید. پس از شنیدن این حرفا لفکو نتوانست جلو خشم خود را بگیرد. سه قدم به طرف او برداشت و مشت خود را آماده کرد که با تمام نیرو ضربه‌ای به گیجگاه مرد بزند. در همین وقت نور ما به چهره ناشناس افتاد و لوکو پدرش را مقابل خود دید. خشکش زد. فقط توانست سری تکان بدهد و سر جایش بماند. خشخشی از گوشه شنیده شد. هانا با شتاب خود را به کل رساند و در را به روی خود بست. جوانی آرام پیش آمد و سر کت خدا را در بازوان خود گرفت. ولی همین که متوجه سبیل های او شد با وحشت عقب پرید. جوان دیگری جلو آمد اما مشت کت خدا به بیخ گوشش او را بر زمین دراز کرد. چند جوان دیگر خود را به گردن کت خدا آویختند. کت خدا با مشت و لگت آنها را از خود دور میکرد و فریاد می زد گمشید یا احمق درسی بهتون بدم که هیچ وقت یادتون نره. جوانها به اطراف فرار می و داد می زدند کت خدا خود کت خداست لفکو که از بحت و حیرت بیرون آمد خود را جمع کرد و به کت خدا که دشنامگویان دور می شود چشم دوخت و گفت عجب پدری اینم شد پدر چه کلکا که نمی زنه؟ حالا میفهمم چرا خودش رو به کری زده هر وقت دهم ده باز میکردم که درباره ازدواج با هانا حرف بزنم میگفت صبر کن پیر خرف نشون میدم که چطور نامزد دیگران رو گر می زنن. لفکو شروع کرد به دستکان دادن برای جوانهایی که دوباره دوره هم جمع شده بودند و فریاد زد هی بچه ها بیاید اینجا به شما گفته بودم برید خونه بخوابید اما حالا از حرفم پشیمون شدم و آذرم تمام شب رو با شما به بلگردی بپردازم جوان چهارشانه تنومندی که در دهکده به تخصی معروف بود گفت حرف حساب همین او بست. هر وقت نتونم خوب بلگردی کنم و کلکی حسابی جور کنم ناراحتم و فکر میکنم یک کم و کسری دارم درست مثل اینکه کلا یا چپقم و گم کرده باشم راستشو بخواید فکر میکنم اصلا غذاق نیستم یکی از آن میان گفت حاضرید حال کت رو جا بیاریم و درد سری حسابی براش جور کنیم؟ برای کت خدا؟ بله برای اون خیلی خودشه گرفته خیال میکنه فرمانده لشکره همیشه با ما هم مثل نوکر و برده رفتار میکنه حالا هم که اومده دوروبر دخترها راستش بخواید فکر نمیکنم که خدا آدم درست و حسابی باشه اون سزاوار تنبیه بقیه جوان ها هم با فریاد اعلام کردن راست میگه راست میگه بچا مگه ما برده و زرخرید هستیم؟ با اون چه فرقی داریم خدا رو شکر که هممون قزاقای آزاد هستیم باید به اون نشون بدیم که ما چه قضاقای آزادی هستیم. همه جوان ها فریاد کشیدن نشون بدیم. اما اگه بخوایم کت خدا رو سر جاش بشونیم نباید میرزا به را هم از قلم بندازیم. لفکو گفت میرزا به هم یادمون نمیره. من آهنگ خوبی همین الان درباره پدرم ساختم. بیاید به شما هم یادش بدم. لفگو سیمهای سازش را به صدا درآورد و گفت گوش بدید. باید لباسی بپوشید که دست و پاگیر نباشه هرچی میخواد باشه جوان گردن کلفت که خیلی بیپروا بود دو پایش را به هم کوبید و دستهایش را به هم زد و فریاد کشید غزلاقا به پیش نترسید چه شادی و چه شکوهی همین که سرکشی رو شروع میکنی دیگه روی پای خودت بند نیستی یاد گذشته های دور در تو زنده میشه در دل آزادی رو حس میکنی و روحت بهشتی میشه هی بچه ها بلند شید و شادی و سرخوشی رو شروع کنیم. جوانها با سر و صدا بنای دویدن در کوچه ها را گذاشتند. پیرزن های مؤمن که از فریاد آنها بیدار شده بودند، پنجره ها را باز کردند. در حالی که خواب بودند، صلیب به سینه کشیدند و میگفتند ها دست به شادمانی و شلوغی و شیطنت زدند. فقط یک کلبه در انتهای کوچه هنوز چراغش روشن بود. منزل کتخدا آنجا بود. کتخدا مدتی پیش جامش را خورده بود. شک نیست که این وقت شب او هم میبایست خواب باشد اما امشب مهمان داشت متخصص الکل سازی مالکی که میان زمین های آزاد تک زمینی داشت او را به اینجا فرستاده بود تا کارگاه را راه بیندازد در بالای اتاق پشت میز زیر عکس مقدسان این مرد کوتاه و چاق نشسته بود با چشمانی ریز و خندان از لذت چپق کشیدن دائم به اطراف تف میانداخت و با شستش خاکستر توتون چپق کوتاهش را که بالا می آمد فشار میداد تا بیرون نریزد. دود ابرمانند، پشت سر هم با سرعت بالای سرش جمع می و او را در پوششی از مه کبود فرو می برد. به نظر می رسید که دودکش بزرگ کارگاه الکلسازی که از نشستن روی شیروانی و سر رفته بود تصمیم به گردش گرفته و وارد کلبه کتخدا شده و بر صدر آن جا گرفته بود. در زیر بینی مرد سبیل های پرپشت و کوتاهی نمایان بود. اما چون گرداگردش را دود گرفته بود، سبیل از تاری اطراف چون موشی به نظر می رسید که مرد با زیر آدن حق گربه های انبار گندم آن را در دهان گرفته است. کت خدا که میزبان بود با پیراهن و شلواری کتانی نشسته بود. چشمش چون خورشید دم غروب کم کم رو به خاموشی می رفت. در پایین میز یکی از پاکارها که زیر دست کت خدا کار میکرد نشسته بود و چپق میکشید و چون از ادب به دور بود که در برابر میزبان نیم تنهش را درآورد همچنان آن را برتن داشت. کت خدا پس از دهن دره کردن و کشیدن صلیب به روی دهان تا مبا با هنگام دهن شیطان از فرصت استفاده کند و وارد بدنش بشود رو به آن مرد کرد و گفت فکر میکنید این کارگاه زود راد میفته؟ مرد گفت پاییز همین امسال آتیشش میکنی پس از گفتن این کلمات چشمان مرد از میان رفتند و به جای آنها خط نازکی که تا گوشهایش کشیده میشد نمایان شد و سراپایش از خنده به لرزه درآمد و لبانش یک دم چپق را رها کرد بد خدا که به او خیره بود در صورت خود چیزی مانند تبسم نمایان کرد و گفت این روزا کارگاه های الکلسازی زیاد نیستند اما در قدیم وقتی ملکه را در جاده سالوا راهنمایی میکردم وزیر خارجه مرحوم پیر مرد یاد چه زمانی افتادی در اون وقت در کل نایه ما بیش از دو کارگاه نبود اما حالا راستی شنیدی این آلمانی های لعنتی چه کار دارن میکنن؟ میگم برخلاف مسیحیان شرافتمند به زودی الکل رو نه با آتش چوب بلکه با بخاری شیطانی درست خواهند کرد مرد هنگام بیان این سخنان متفکرانه به میز چشم دوخته بود و به دستایش که روی آن قرار داشت نگاه میکرد. ادامه داد به خدا سر در نمیارم که چطور میشه با بخار کت خدا گفت این آلمانیا خیلی احمق هستند خدا از گناهان من بگذره خیلی احمق هستن. دلم میخواد با شلاق حال این جونورا را جا بیارم به حق چیزهای ندیده و نشنیده مگه میشه با بخار چیز رو به جوش آورد اگه اینطور بشه که یه قاشق آب هم نمیشه خورد فوری لباد کباب میشه خوهرزن کت خدا که روی جاخاب بالای تنور چهارزانو نشسته بود پرسید مهمان عزیز تمام این مدت رو میخوای بدون زن و بچه اینجا با ما سر کنی؟ کاری با زن و بچه ندارم کاش به درد کاری میخوردن یا بودنشون در اینجا دردی رو دبا میکرد در همین هنگام صدای خشخشی شنیده شد به نظر میرسید کسی با در کلنجار میرمد در باز شد و دهقانی بی آنکه کلاه سر بردارد از درگاه گذشت و وارد شد در وسط کلبه دو دل ایستاد و با دهان باز به با اطراف و سقف خیره شد این فرد دوست ما کالنیک بود روی نیمکت نزدیک در نشست و بی که متوجه آدم های دیگر بشود گفت خوب آخر سر به خونه رسیدم این شیطون حرامزاده چقدر راه رو دور کرد هرچی میرفتم به خونه نمیرسیدم از خستگی چیزی نمونده که از پا بیفتم زن پوستین رو بیار بنداز زیرم اینجا روی تنور حال جنبیدن ندارم پام درد میکنه پوستین اونجا بالای تنوره زیر شمایل مواظب باش کوزه توتون ساییده رو نندازی نه دست نزن دست نزن بهتر خودم بردارم بعد کالنیک دست و پایی زد که بلند شود اما نتوانست و از پادر آمد و روی نیمکت میخکوب شد. کت خدا گفت خوشم اومد. به خونه مردم اومده دستورم میده. مثل اینکه خونه خودشه. دست و پاشو بگیرید و بیرونش بندازید. مرد قد کوتاه دست کت خدا رو گرفت و نگهش داشت و گفت ولش کن. بذار بخوابه. خیلی به درد ما میخوره. دوست دارم دنیا پر از اینجور آدم های احمق باشه. اون وقت کاروار ما سکه میشه. معلوم بود که حرفای او از خوشزاتی نبود. در واقع او آدم خرافاتی بود و فکر میکرد بیرون کردن کسی که روی نیمکت نشسته است خوش آقابت نیست شگون ندارد. کالنیک که داشت روی نیمکت دراز میکشید گر زد. وقتی پیر بشم چی میشم؟ امان از دست این کت خدای بد است. امیدوارم خفخون بگیره. کاش این شیطون یک چشم زیر عرابه بره. آخه چرا تو هوای سرد روی مردم آب یخ میریزه کت خدا عصبانی از جایش بلند شد و فریاد زد اهه انگار بهت زیادی رو دادن الان در همین لحظه سنگ بزرگی شیشه پنجره را خورد کرد و پیش پای کت خدا افتاد کت خدا صاف ایستاد سنگ را برداشت و گفت اگه میدونستم چه کسی این سنگ رو انداخته سنگ انداختن رو یادش می دادن. این چه بازیه؟ با چشمانی که آتش از آن میبارید، سنگ را که در دستش بود برانداز کرد و گفت الهی این سنگ تو گلود گیر کنه رنگ از چهره مرد قد کتا پرید و با لکنت گفت سرد داشته باش مرد پناه بر خدا نه در این دنیا و نه در اون دنیا هیچ وقت کسی را اینطور نفرین نکن کت خدا گفت عجب پشتیبانم پیدا کرد به جهنم که نابود بشه به درک که خفه بشه دوسته عزیزم مثل اینکه نمیدونی به سر مادرزن مرحوم من چی اومد به سر مادرزن مرحوم تو بله به سر مادرزن من خوب گوش کن تا برات بگم مرد قدکوتا سر جایش جابجا جا شد و کدخدا هم به دهان او خیره شد مرد گفت یه شب شاید کمی زودتر از این ساعت سر شام نشسته بودم. مرحوم مادرزنم مرحوم پدرزنم و کلفت و پنج فرزندشون مادر زنم کمی آش گوشت از پاتیل بزرگ به کاسه ریخته بود تا زودتر سرد بشه اما چون پس از کار روزانه همه خسته و گرسنه بودند نخواستن منتظر سرد شدن اون بشن قطعات گوشت آش رو سر سیخای بلند چوبی زدن و سرگرم خوردن شدن ناگهان سر و کله مردی پیدا شد کسی نمیدونست از کجا اومده بود کی بود فقط خدا میدونست او خواهش کرد که با اونا هم سفره بشه مگه میشه کسی یک گرسنه رو سیر نکنه گفتم بفرما و سیخی هم به او دادند اما این مهمان چون گاو شروع به بلعیدن آش گوشت کرد دیگران همین که هر کدوم سیخاشون رو پایین آوردن تا سراغ آش برن متوجه شدن که او ته ظرف و تمیز کرده و کاسه از حیات اربابم پاکتره مادرزنم دوباره مقداری آش گوشت رو کاسه میریزه فکر میکرد مهمون سیر شده و دیگه با چنان شتابی نمیبلده اما برعکس مهمان تندتر از پیش جروع به خوردن کرد و تای کاسه دوم را هم بالا آورد ما در زنم که گرست نمونده بود پیش خود فکر کرد کاش آشگوش گلوگیرش بشه در همان زمان ناگان مهمان به صرفه افتاد و نقش بر زمین شد دورش ریختن متوجه شدن روح از بدنش جدا شده و خفه شده کت خدا گفت حق اون پرخور لعنتی همون بوده خوبش شد شاید تو راست میگی اما کار به اینجا تموم نشد پس از اون دیگه مادرزنم آب خوش از گلوش پایین نرفت و روز خوش ندید شب که میشد سر و کله مردک لعنتی پیدا میشد و همچنان آش در دهان روی دودکش میشست روز همه چیز آرام بود و خبری از مردک نبود اما همین که هوا میش میشد اگر کسی به شیرونی نگاه میکرد میدید رو دودکش نشسته بود. کت خدا پرسید گوشتم تو دهنش بود؟ بله دهنش داشت می جنبید و گوشه لبش آشی بود. کت خدا گفت ها تعجب آوره من هم در زمان ملکه مرحوم چیزی شبیه این شنیده بودم. کت خدا حرفش رو برید. از پشت پنجره سر و صدا و پایکوبی به گوش می رسید. اول تارهای یک ساز به آرامی به صدا درآمد. سپس آواز کسی با آن همراه شد. صدای ساز بلندتر شد. چند صدای دیگه به کمک صدای اول اومدن و تنین سرودی چون گردباد در فضا پیچید. این سرود یا ترانه همش درباره کت خدا بود. محتوای ترانه این بچه ها بچه ها هیچ خبر دارید؟ عقل این کت خدا پاک ناقص است. کلش پوک پوک چون بشکه خالی و تخت بندش همه سست است. راستی چنین است. بشک ساز، بشک ساز، زود با دو بیا. تصمه فولادی بکوب به بشکه. دنگ و دنگ، دنگ و دنگ بکوب به کله. این کله داغان سزاش همین است. کت خدا یک چشم است. موهاش سفید است. پرگناه و کله پوک است. این احمق هرزه است. جوانها بزنید به سیم آخر از هیچ کس نترسید که مرگ آخر زندگی است سبیلهاش را بگیر عین سبیل گربه است پس کلش بزن بندازش بیرون سزاش همینه مرد قد کتا گردنش را کمی بالا کشید و به سوی کت خدا برگشت که با دهان باز این حرفا را میشنید و از جسارتشان خشکش زده و زبانش بند آمده بود گفت دوست عزیز ترانه خوبیه خوبه فقط اشکالش اینه که از کت خدا به خوبی یاد نمیکنه و حرفای تون به او میزنه سپس دستایش را دوباره روی میز گذاشت و چهرهش حالتی خوش و شاد پیدا کرد و خود را برای شنیدن بقیه ای ترانه آماده کرد از زیر پنجره در همین موقع صدای قشقش خنده بلند شد ادهی فریاد زدن دوباره دوباره با این همه میشد پی برد که حیرت کت خدا را بر جایش میخکوب نکرده است. او مثل گربه پیر کار ای بود که گاه اجازه میدهد موش خام سرد و گرم روزگار نچشیده دور دمش کمی بگردد تا مجال پیدا کند نقشه بکشد که چطور راه فرارش را در برگشتن به سوراخ ببندد. هنوز یگانه چشم کت خدا به پنجره دوخته بود ولی دستاش با اشاره به پاکار فهماند که دستگیره چوبی در را بگیرد و آماده باشد که ناگهان در کوچه صدای فریاد بلند شد. مرد قدکوتا که گفتیم به چندین هنر راسته بود یکی از هنرهایش هم کنجکاوی بیش از اندازه بود لذا نتواند جلوی خود را بگیرد چپقش را با شتاب پر کرد و خود را به کوچه انداخت اما ناغلاها زده بودند به چار. در این میان کت خدا دست جوانی را که پوستینی سیاه وارونه به تن کرده بود گرفت و دنبال خود کشید و فریاد زد نه از دست من خلاصی نداری مرد قدکوتا دوان دوان با آنها نزدیک شد تا صورت آشوبگر و به هم آرامش را ببیند اما همین که ریش دراز و پوزه سرخاب سفیداب مالیده ترسناک او را دید وحشت زده پس پسکی عقب رفت کت خدا فریاد میزد و اسیر خود را که هیچ مقاومتی از خود نشان نمیداد و راحت به دنبالش میرفت طوری که انگار قدم در خانه خود میگذاشت به داخل راهرو کشید و رو به پاکار کرد و گفت کارپوف در انبار تاریخ رو باز کن باید بندازیمش تو سیاچار بعد میرزا به نویس رو بیدار میکنیم همه این پاکارا را جمع کن باید این ویلگردار رو بگیریم و بعد حقشون رو کف دستشون بذاریم پاکار قفل کوچکی را که به در انبار آویزان بود به صدا درآورد و در را باز کرد در همین موقع اسیر از تاریکی رارو استفاده کرد با نیروی عجیب و چنگش در رفت و خود را بیرون انداخت اما کت خدا به موقع یقهاش را گرفت و فریاد زد کجا در میری صدای نازک گوشخراشی جیغ کشید ول منم کت خدا گفت این ادا فایده نداره مثل زن که سهله مثل شیطون هم جیغ بکشی سر من کلاه نمیره و اسیر رو چنان با شدت به داخل انبار تاریک هل داد که بیچاره به زمین خورد و نالی کت خدا به طرف کلبه میرزا به برافتاد پاکار دنبالش بود و مرد قد کوتاه هم چپق به لب مانند کشتی بخار دود میکرد و دنبال آن دو میرفت سر عرصشان پایین بود و در فکر بودند ناگهان در خم کوچه تاریک سرهاشان با سرهای دیگر به هم خورد و فریادشان بلند شد. از طرف مقابل هم فریادی از درد برخاست. کت خدا با تعجب در تاریکی خیره شد. میرزا به نویس را با دو پاکار دید. گفت آقا میرزا داشتم میومدم به منزل تو. من هم خدمت جنابالی شرف یاب می شدم. جناب کت خدا. میرزا وضع عجیبیه. جریانهایی در کاره. جناب کت خدا خیلی عجیبه. یعنی چی شده؟ چه بساطیه؟ میرزا گفت بچه ها زده به سرشون دیوونه شدن دست دسته تو کوچه ها به راه میفتن و بیابروی به بار میارن از شما با چنان کلمات یاد میکنن که من از گفتن شرم دارم اهالی مسکو هم از گفتن این حرفا قجالت میکشن میرزا به نویس لندوک با شلوار کتانی گلبغالی و جلیقه انابی رنگ رو رفته این کلمات را همراه با بیرون کشیدن گردن دراز خود و تو کشیدن آن بر زبان می او ادامه داد همین که چشمام گرم شد این های لعنتی منو با آوازهای شرماور و پایکوبیشون بیدار کردن. خواستم ادبشون کنم اما تا شلوار پوشیدم و جلیله به تن کردم همه فرار کرده بودن. اما سردستشون نتونست زد دستم در بره. الان در همون کلبه یه که زندان خلافگاره داره آواز میخونه. دلم خیلی میخواست که بدونم کیه. پوزش رو هم مثل پوزه شیطون با دوده سیاه کرده. آقا میرزا، لباسش چطوری بود؟ جناب کت خدا، این عوضی پوستین سیاهی رو وارونه به تن کرده بود. آقا میرزا، دروغ نمیگی؟ اگه این رزد که تو میگی الان تو سیاچال من زندانی شده باشه چی؟ نه جناب کت خدا، خود حضرت عالی ببخشید بیادمی نباشه کمی دچار اشتباه هستید چراغ بیارید تا نگاهی بندازیم چراغ آوردند قفل در را باز کردند و کت خدا از تعجب فریاد کشید چون خواهرزنش را در برابر خود دید خواهرزنش امان نداد و جیغ کشان با این کلمات به او حمله کرد زود باش بگو ببینم اون عقل ناقصت را هم از دست دادی یه جو شعور تو اون کله یه چشم تو بود اون وقتی که من رو تو اون سیاچار هل دادی خدا رحم کرد سرم به چنگک آهنی نخورد مگه جیغ نمیکشیدم که منم و تو خرس لعنتی با پنجه های آهنید مرا گرفته بودی و هل میدادی تو سیاچار الهی تو اون دنیا شیطونا به جهنم ولد بدن کلمات آخر را در کوچه بر زبان آورد چون خود را به کوچه انداخت تا به جایی برود کت خدا همین که به خدا آمد گفت بله راست میگی میبینم که حق با توه آقا میرزا چی فکر میکنی؟ کار کار این ورپریده هفت خط نیست؟ چرا جناب کت خدا؟ کار همون هفت خط ناغلاست؟ کت خدا گفت فکر میکنم دیگه موقع اون رسیده که به این ایاشا درس عبرتی بدیم و سر جاشون بنشونیم تا سر براه بشن. به راه بشن میزا به گفت جناب کت خدا درست موقع این کاره کمی هم دیر شده کت خدا گفت به کله این احمقا رفته اه این چه صداییه خدایا مثل اینکه صدای خواهرزنم از کوچه بلند شد بله به کله این احمقا رفته که منم در ردیف اونا هستم فکر میکنن که منم مثل اونا قذاق ساده هستم صرفه کوتاه و نگاه زیرچشمی کت خدا نشان میدهد که میخواهد درباره مطلب مهمی حرف بزند بله در سال هزار رو اگه منو بکشن تاریخ این سالا رو نمیتونم به خاطر بسپارم خب در همون سال به حاکم اون دوره دستور داده شد که از میون همه این یکی رو که باهوشتره انتخاب کنه آها و با این آها انگشتش رو در هوا به حرکت در آورد باهوشترین ها رو برای راهنمایی ملکه انتخاب کنه من در اون زمان میرزا به نویس گفت در این مسئله که حرفی نیست بله جناب کت خدا همه میدونن تمام مردم میدونن که شما به حضور ملکه شرفیاب شدی حالا قبول بفرمایید که حق با من بوده مگه نمیگفتید این بدزات رو شما گرفتید همونی که پوستینی وارونه به تن داره حالا اعتراف کنید که خطای کوچیکی از شما سر زده کت خدا گفت اما برای عبرت دیگرون هم که شده دستور میدم دست و پای این پوستین پوش رو به گل و زنجیر و خوب حالش جا بیارن. باید همه بفهمن که قدرت و اختیار یعنی چی؟ اینجا حرف حرف چیه؟ چه چی کسی کت خدا رو کت خدا میکنه؟ مگه نه اینکه خود تزار؟ به نوبت خدمت جوانای دیگه هم خواهم رسید. فکر میکنن یادم رفته که این ولگردای بی همه چیز گله خوک تو جالیز من ول کردن و همه کلم ها و خیارا ما از بین بردن؟ یادم نرفته که این عرازل و اوباش از کوبیدن گندم من خودداری کردن. نه یادم نرفته مردشور ببردشون حتما باید هر طور شده این پوستین پوش بی همه چیز رو پیدا کنم مرد کتاقت در میان همه این گفتگوها مرتب گناهایش از دود پر می شد و بالا می آمد. تا چپق را از دهان بر می داشت دود فوار زنان از دهانش بیرون می ریخ. او در این لحظه گفت از قرار معلوم روباه مکاریه خیلی زرنگه بعد نیست در کارگاهمون محض احتیاط هم که شده از اون استفاده کنیم ولی نه بهتر از درخت بلود بیاویزیمش به جای اینکه بالای تیر چراغ به دارش بزنیم مرد قدکوتا از این خوشمزدگی خود خوشش آمد و فکر نکرد که بسیار احمقانه بوده است و بیان که منتظر همراهی و موافقت دیگران شود با خنده بلندی به خود پاداش داد در این موقع به کلبه کوچکی نزدیک شدند که تقریبا از یک طرف بر زمین لم داده بود. همه از کنجکاوی روی پای خود بند نبودند. در برابر در کلبه به هم گره خورده بودند. میرزا به کلیدی در آورد و آن را در برابر گفت این طرف و آن طرف کرد. صدایی شنیده شد. اما آن کلید کلید صندوق خودش بود. همه بیوسلگی خود را نشان دادند. دوباره دست را در جیبش فرو برد و ناشیانه شروع به جستجو و دشنام دادن کرد. چون آن را آخر خم شد و از اعماق جیب دراز و گشاد شلوار کتانیش چیزی را بیرون کشید و گفت پیداش کردم. با گفتن این سخن دلهای قهرمانان ما گویا آب شد و یک دل شد. این دل بزرگ چنان میتپید که کسی صدای چرخیدن کلید را در گفت نشنید. در باز شد و رنگ کت خدا مثل گچ سفید شد. مرد قد کتا حس کرد که از سرما دارد میلرزد. موهایش چنان سیخ شد که پیش خود گفت همین حالاست که به آسمان برود. در قیافه میرزا وحشتی نمایان شد که سابقه نداشت. پاکارها به زمین میخکوب شدند و دهان همگی چنان باز مانده بود که نمیتوانستند ببندندشان. خواهرزن کت خدا در برابرشان ایستاده بود. تعجب آن زن هم کمتر از اینها نبود اما هر طور که بود خود را جمع جور کرد و به خود حرکتی داد تا به آنها نزدیک شود. کت خدا وحشت زده با صدایی ترسان فریاد زد تکون نخور و در را محکم به روی او بست کتخدا خدا گفت آقایون این کسی که تو کلبه است خود شیطونه آتیش زود باشید آتیش بیارید کلبه به درک به مال دولت هم رحم نمیکنم، زود آتیش بزنید استخون شیطون باید سوخته بشه تا روی زمین باقی نمونه خواهر زن که این حکم شوم را از پشت در شنید شروع به فریاد زدن کرد. مرد قد با صدای بلندی گفت عزیز من چیکار دارید میکنید؟ خدا رو شکر موی سر همه شما مثل برف سفیده ولی از عقل تو کلتون خبری نیست. افریته جادوگر که به آتیش معمولی نمیسوزه. مگه نشنیدید که فقط آتیش سر چپق میتونه شیطان را که به صورت دیگری در اومده بسوزونه. شما کمی صبر کنید الان خودم هم همه چیز رو به راه میکنم. این را گفت و آتش سوزان سرچپقش را روی کپه کاه ریخت و شروع به فوت کردن کرد. خواهرزن بیچاره غرق در ناامیدی به دست و پا افتاد و با صدای بلند بنای لابو وزاری گذاشت که به آنها بفهماند شیطان نیست. میرزا به نویس گفت دست نگه دارید عزیز من. برای چی بیهوده و بال گناهی را به گردن میگیرید؟ شاید این آدم شیطان نباشه. اگه او یعنی همون کسی که اونجا از حاضر به خودش صلیب بکشه میشه یقین کرد که شیطون نیست همه این پیشنهاد را قبول کردند میزا به نویز لبهای خود را به درز در نزدیک کرد و گفت شیطون برو عقب که آزارت به من نرسه اگر از جا جم نخوری در را باز میکنم سپس در را باز کرد کت خدا به پشت سرش نگاه کرد انگار میخواست ببیند جای فرار دارد خیالش که راحت شد گفت صلیب به خودت بکش ببینم خواهرزن صلیب به خودش کشید کت خدا که این طور دید گفت شیطان کیه این که خواهرزن خود منه عزیزم کدوم به تو رو به زور در این حلفتونی چپونده خواهرزن کت خدا که بغز راه گلویش را بسته بود تعریف کرد که چند جوان او را در کوچه گرفتند و هر دست و پازده بیفایده بوده و از پنجره گشاد کلبه او را به داخل تپانده و پنجره را هم میخکوب کردند. میرزا بنویس نگاه کرد و دید بست های تخت بند پشت پنجره کنده شده و فقط با تخته ای که روی تخت بند کوبیدند پنجره را در چهارچوب محکم کردند. خواهرزن با جیغ و فریاد به طرف کت خدا پرید. کت خدا ناچار کمی عقب رفت ولی با همان یک چشمش مراقب خواهرزن بود. زن فریاد کشید تو موش مرده یه چشم که رو درس میدی فهمیدم که نقشه شیطونی تو سرت بود میخواستی تو این هیروویر منو زنده زنده بسوزونی تا راحت بتونی زن دیگه ای رو به بیاری و کسی سر از کار در نیاره که پدر بزرگ موسفید چه کارها که نمیکنه؟ خیال کردی نمیدونم سر شب با چه حرفایی میزدی؟ من از سیر تا پیاز قضیه میدونم کلام سرم نمیده با این کله پوکت نمیتونی منو گول بزنی حوصله من خیلی زیاده اما وقتی سر بره و از کوره در برم کسی جلو نیست پس از گفتن این حرفها خواهرزن با مشک گره کرده کت خدا را تهدید کرد و با شتاب از میان محلکه به در رفت و کت خدا را مات و مبهود سر جای خود گذاشت کت خدا خوشگش زده بود سرش را خیلی محکم خاراند و پیش خود فکر کرد غلط نکنم کار کار پاکارها که سر رسیده بودند به جلو آمدند و با صدای بلند گفتند گرفتیمش کتخدا پرسید کیا گرفتیم؟ جواب دادند همون شیطانی را که پوستین وارونه به تن داشت دست اسیری را که آورده بودند گرفت و فریاد زد بدیدش به من مگه دیوانه شدید؟ اینکه که کالنی که ابلهه گفتند عجیب جناب کتخدا او رو گرفته بودیم خود شیطان رو تو کوچه گرفته بودیم اما این های لعنتی دور ما رو گرفتند و شروع کردن به این ور اون ور پریدن و ورجه برجه کردن و ما هم دنبال خودشون به این طرف و اون طرف کشیدن زبونشون رو در می آوردن همونجا بود که اسیر رو از دستمون در آوردن مردشون به بردشون اصلا نمیدونیم چطور این بد رو به جای اون غالب کردن اون این نبود خودمونم نمیدونیم چطور شد کت خدا گفت به عنوان کت خدا و به نام همه اهالی روستا فرمان میدم که برید فوری این شرور بلگرد رو بگیرید و تمام کسانی که در کوچه بازی در میارن دستگیر کنید و پیش من بیارید میدونم با اونها چه کنم چند نفر از پاکارها به پای کت خدا افتادند و در حالی که زمین را میبوسیدند و لابه میکردند با صدای بلند گفتند جناب کت خدا رحم کن اگه بدونی چه پوزهای زشتی دارن از روزی که به دنیا اومدیم چنین قیافه های زشتی ندیدیم ممکنه از ترس بمیریم ممکنه از دیدن اونا کسی چنون پس بیفته که هیچ پیرزنی نتونه معالجش کنه کت خدا داد زد ترسیدن رو به شما نشون میدم یعنی چه؟ سرپیشی از فرمان مافوق درسته؟ مثل اینکه شما هم با اونا دست به یکی کردید و همدست شدید سرکشی میکنی؟ این چه بساطیه؟ چه معنی داره؟ یاغی شدید شما من به حاکم گزارش میدم همین الان شنیدید فوری باید مثل مرغ بپرید بدوید مثل باد حرف زیادی هم نزنید این بود که همه به این طرف و آن طرف پراکنده شدند آن کسی که این بلوا را راه انداخته بود بی هیچ داد و هواری و بی هیچ نگرانی که گروهی در پیش هستند و به همه طرف می روند و سر می کشند آرام به سوی خانه ویران و آبگیر پیش می رند. فکر می کنم بیهوده است که بگوییم او کسی جز لفکو نبود. دگمه های پوستین سیاهش را باز کرده بود، کلاهش را به دست گرفته و عرق از سر رویش می جنگل با شکوه افرا چنان تیره بود که به سیاهی می و یک پارچه در سینه محتاب نمایان بود. از آبگیر آرام نسیم خونکی بر ره گذر پیاده و خسته می و وسوسهش می کرد تا در کنار آبگیر کمی بیارامد. همه جا آرام بود فقط از دل جنگل آواز دلنواز بلبل از این سو آن سو به گوش می رسید خوابی مقاومت ناپذیر پلکای جوان را روی هم آورد دست و پایش توان حرکت نداشت از پا درآمد سرش پایین افتاد از جا بلند شد و چشمایش را مالید و گفت نه اگه اینجور پیش بره همینجا خوابم هم می میبره. اطراف را برانداز کرد به نظرش آمد که شب درخشانتر و با از پیش است. پرتوب فریبندهی به نور محتاب آمیخته بود که در همه عمر چنین این منظره ای ندیده بود. مهی نقرفان دورادورش را گرفته بود. عطر شکوفه های و گلهایی که شب باز می‌شوند در همه جای زمین پراکنده بود. شگفت زده به آب آرام آبگیر چشم دوخت. خانه کوهن اربابی که به روشنی تمام واژگون در آب نمایان بود شکوه گذشتهاش را باز یافته بود به جای رودری و کرکرههای تیره چوبی پنجره و درهایی با جام شیشه درخشان به چشم میخورد از درون پنجرههای تمیز رنگ طلایی درون اتاق نمایان بود به نظرش رسید که گویا پنجره ای باز شد نفس را در سینه حبس کرد جنب نمیخورد چشم از آبگیر بر نمی داشت. به نظرش آمد که خودش به ته آبگیر رفته است و دید اول آرنجی مهتابی در پنجره نمایان شد. سپس تری کوچک با چشمانی روشن که درخششی لطیف داشت و از میان گیسوانی خرمایی تیره به اطراف می نگریست. سر به آرنج دکه کرد. لفکو دید دختر سر خود را آرام می و به او اشاره می کند که نزدیکش برود. دلش فرو ریخت. آب لرزید، چین خورد و پنجره بسته شد. لفکو آرام از آبگیر دور شد و به خانه نگریست. کرکره تیره باز بودند و جام شیشه ها در نور مهتاب می دخشید. پیش خود فکر کرد حرف مردم نباد باور کرد. خونه آباد و نوه. کاری اون چنان تازه است که انگار امروز رنگش کردن. حتما کسی تو زندگی میکنه. آرام به خانه نزدیک شد. خانه همچنان در سکوت فرو رفته بود. بلبلان با نوای پرشکوهشان آواز در دادند رسا و خوشاهنگ چون لب از خواندن دلپذیر خود فرو بستند و صدایشان آرام گرفت جیرجیر جیر ها و ملخها یا نوای بم پرندگان باطلاقی که آینه گسترده آب را با نوک خود میشکستند، جانشین آنها شد لفکو در درون خود آرامشی دلپذیر و راحتی و رهایی از هر قیدی را احساس کرد ساز خود را برداشت کوک کرد و بنای نماختن و خواندن گذاشت ای محتاب زیبا ای محتاب دلکش ستاره درخشان ستارگان پرتلعلو نور ببارید نور باران کنید کلبه ای را که در آن دختری محوش است پنجره آرام باز شد و سر همان دختر که عکسش را در آبگیر دیده بود نمایان شد دختر به هر طرف نگاه کرد و به آواز گوش سپرد مژگانش نیمه خفته بود سرآپا رنگ پریده بود همچون شمد کتان به محتاب میمانست خندید لفکو یکی خورد دختر سرش را به زیر انداخت و با صدای آرام گفت قذاق جوان برام آوازی بخون لفکو گفت چه آوازی برات بخونم اشک آرام بر چهره رنگ پریده دختر قلدید. در صدایش چیزی وصف ناشدنی بود که شرمنده را برمی‌انگیخت برایش دلسوزی کند. دختر گفت جوان، جوان، نامادریم را پیدا کن. من هیچ چیز از تو دریغ نخواهم کرد. به تو پاداشی خوب خواهم داد. پاداشی گرانبها. سنده هستای گلدوزی شده با ابریشم گردناویزهای مرجان، کمربند مروارید دوزی شده، حتی طلا هم دارم. فقط ای جوان، نامادریم را پیدا کن. او جادوگری وحشتناک است. تا زنده بودم راحتم نمیگذاشت. آزارم داد و وادارم کرد مثل زنان روستایی کار کنم. به صورتم نگاه کن. سرخی صورتم را با جادو رو بوده است. به گردنم نگاه کن. این لکها شسته نمی شود. هرگز پاک نخواهند شد. این لکه های کبود رد پنجه های آهنین اوست. دیگر از میان نمی رود. به پاهایم نگاه کن. آنها راههای دور زیادی رفتند. نه روی غالی بلکه روی شن داغ روی زمین نمدار و خارهای تیز به چشمایم نگاه کن چشمایم از ریزش عشق کمسور شده است درست نمی بینند پیدایش کن جوان به خاطر من نامادریم را پیدا کن صدایش که دم به دم بلندتر میشد ناگان برید به پهنای صورت رنگ پریدهش عشق می ریخت عشق صدایش را برید احساس درد سنگین ترحم و اندوه عمیق دل لفکو را فرا گرفت با هیجان و از ته دل گفت دختر نازنین حاضرم هر چی بگی انجام بدم چطور و کجا میتونم نامادریت پیدا کنم دختر جواب داد اونجاست کنار آب با دخترها دوستای من داره بازی میکنه او فریبکار و هیلگره و خودش رو به شکل دخترهای غرق شده در برده اما من احساس میکنم که اونجاست وجود سنگدلش رو سینم سنگینی میکنه احساس خفگی میکنم به خاطر حضور او نمیتونم آزاد و سبک مثل ماهی شنا کنم توی آب که میرم مثل سنگ به ته آبگیر فرو میرم برو اونو برام پیدا کن لفکو به کناره آبگیر چشم دوخت. در مه نازک سیم دخترهایی به این سو می رفتند و چون سایه سبک به نظر می رسیدند. در لباسهای سفیدشان مدام پیدا و ناپیدا می شدند. برگردنشان گردنبند و سینریز تلامی درخشید اما آنها همگی رنگ پریده بودند و بدنشان شفاف بود. انگار از ابری نازک ساخته شده بودند. نور ما از میان تنشان میگذشت. لفکو به نزدیک آنها رفت. شنید که به یکدیگر میگفتند بیایید گرگم و گله میبرم بازی کنیم. یکیشان پرسید کی گرگ باشه؟ تاقیا جفت آوردند. دختری از میانشان بیرون آمد. لفکو با دقت براندازش کرد. صورت و لباسش درست مثل بقیه بود. لفکو متوجه شد که این دختر دوست ندارد گرگ بشود. دختران همه چون زنجیر به دنبال هم قرار گرفتند. به این سو آنسو میدویدند تا از چنگ گرگ در بروند. گرگ خسته و از پادر آمده گفت نه من نمیخوام گرگ باشم و برها را از مادر بیچارشون قاب بزنم. لفکو به خود گفت نه تو جادوگر نیستی. پس کی گرگ باشه؟ دختران خواستند باز تاقیه جفت کنند که یکی از میان آنان خود را پیش انداخت و گفت من گرگ میشم. لفکو با دقت به صورت او چشم دوخت. گرگ بیباک و تند خود را به زنجیر دختران انداخت به همه طرف حمله می کرد تا شکار خود را به چنگ برد. در این میان لفکو متوجه شد که تن او چون دیگران شفاف نیست. چیزی سیاه در آن به چشم می خورد. ناگهان فریادی برخاست. گرگ یکی از دختران زنجیره را شکار کرد. به نظر لفکو آمد که پنجه های گرگ بیرون آمد و در ریافه شادی بدخواهانه نقش بست. لفکو رو به سوی خانه گرداند و با انگشت به او اشاره کرد و گفت جادوگر دختر که لب پنجره نشسته بود خندید فریاد دختران دیگر هم برخاست کسی را که نقش گرگ داشت با خود بردند دختر گفت جوون چه پاداشی به تو بدم میدونم که به طلا نیازی نداری تو هانا را میخوای اما پدر سرسخت و بیرحم تو نمیگذاره به او عروسی کنی او را از سر راهت برمیدارم بیا این نوشته رو به او بده دستش را دراز کرد پرتو خاصی در چهره دختر درخشید لفکو که سراپایش میلرزید و دلش می تپید نگران و آشفته نوشته را گرفت و از خواب بیدار شد لفکو از پشته کوچکی که بران نشسته بود بلند شد و با تعجب به خود گفت نکنه خوابم برده بود عجب خوابی همه چیز زنده و طبیعی بود مثل اینکه تو بیداری می دیدم. به اطرافش نگاه کرد و گفت عجیبه. ما درست بالای سرش بود. نیمه شب را نشان می داد. همه جا ساکت بود. بادی خونک از روی آبگیر می وزید. در بالای آبگیر کلبه قدیمی قرار داشت. کرکری هایش بسته بود. اندوه و ماتم از آن می بارید. خزه و علفهای هرزه بلند نشان میداد که ساکنان آن خانه از مدت پیش آنجا را رها کرده دفکو مشت خود را که در خواب با تشنج گره شده بود باز کرد و چون کاغذی در دست خود یافت از تعجب جیغ کشید کاغذ را در برابر چشمانش بالا پایین برد و این رو آن رو کرد و در دل گفت کاش سواد می داشته. در این وقت از پشت سر خود داد و فریادی شنید. کت خدا به همراهانش با صدای بلند دستور می داد نترسید فوری بگیریدش چرا میترسید ما ده دوازده نفریم قول میدم که آدم شیطون نیست لفکو دید چند دست که بعضی از آنها از ترس میلرزید از همه طرف او را گرفتند کت خدا یقهاش را چسبید و گفت رفیق این پوستین رو که با اون خود رو لولو خورخوره کردی از تن در بیار اما همین که چشم کت خدا به او افتاد بود زده فریاد زد لفکو پسرم و از تعجب قدمی عقب نشست و دستایش پایین افتاد و گفت پس این تو بودی عوضی همه چیز زیر سر تو بوده بر پدرت لعنت تو این آوازها رو ساختی و دست را انداختی مثل اینکه تنت برای شلاق میخواره دست و پاشو ببندی نفکو گفت صبر کن پدر دستور دارم این نوشته رو به تو بدم نه جونم حالا وقت نوشته رد و بدل کردن نیست دست و پاشا ببندید میرزا بنویس کاغذ را گرفت و گفت جناب کت خدا این دست خط حاکمه کت خدا گفت حاکم پاکارها بی اختیار گفتند حاکم لبکو پیش خودش فکر کرد حاکم عجیبه کار داره خیلی پیچیده میشه کت خدا گفت بخون ببینم جناب حاکم چی نوشته؟ میرزا به نویز گلوی صاف کرد و خواند. حکم حاکم به کت خدا به ما خبر رسیده است که تو احمق پیر به جای آن که وجوهات عقب افتاده حکومت را جمع کنی، عقلت را از دست داده ای و کارهای ناروا از تو سر میزند کت خدا به میرزا به نمیز گفت قسم میخورم که یک کلمه نمیشنوم. بسه لازم نیست اینو بخونی. برو سر اصل مطلب میرزا به گفت بنابراین به تو دستور میدهم فوری وسایل عروسی پسر لفکو را با هانا پتریچن گفت که از دختران قزاق ده شماست فراهم کنی همینطور پلهای جاده اصلی را تعمیر کنی و بدون اطلاع من به مأموران عدلیه اصل ندهی اگر تا سرکشی من این دستورات اجرا نشود تو مسئول خواهی بود و پایش را حاکم امضا کرده بود کت خدا که دهانش از تعجب باز بود خود را جمع و جور کرد و گفت برگردیم سر حرف خودم شنیدید؟ خوب گوش دادید؟ کت خدا مسئول همه کاراست پس باید بی چون و چرا ازم اطاعت کنید به حرفام گوش بدید وگرنه هر چی دیدید از چشم خودتون دیدید فهمیدید؟ بعد رو به لفکو کرد و ادامه داد به حکم حاکم اما او از کجا فهمیده که تو زن میخوای؟ تعجب میکنم. البته پیش از اون باید مزه شلاق منو بچشی. همون شلاق نو که پهلوی تاپچه به میخ آویزونه کنار شمایل. فردا از اون استفاده میکنم. این نوشته از کجا بردی؟ لفکو با اینکه از جریان نامنتظر پیش آمده در حیرت بود، باز دست و را گم نکرد و با زرنگی توانست جوابی در ذهن خود فراهم کند و حقیقت چگونگی رسیدن نامه به دستش را پنهان نگه دارد. لفگو گفت دیشب به شهر رفته بودم. حاکم رو که از درشگه پیاده می شد دیدم. چون فهمید اهل اینجا هستن این نوشته رو به من داد و گفت زبونی به بابات بگو در راه بازگشت نهار پیش او میرم. کت خدا گفت خودش اینو به تو گفت؟ بله. کت خدا بادی به قبقه انداخت با بزرگی و حیبت تمام به طرف همراهان برگشت و گفت شنیدید؟ خود جناب حاکم به منزل ما یعنی به منزل خود من تشریف میارند برای نهار أوه. بعد انگشتش را بالا برد و سرش را چنان کش کرد که گفتی به حرف کسی گوش میدهد گفت حاکم شنیدید؟ حاکم حاکم نهار را با من میخوره آقای میزا چی فکر میکنی؟ و شما دوستان به نظرتون احترام کمیه؟ میشه اون رو ناچیز گرفت؟ بله؟ میزا بنویس خود را جلو انداخت و گفت تا اونجایی که من به یاد میارم هیچ کت خدایی از حاکم پذیرایی نکرده اونم برای نهار کت خدا با قیافه از خود رازی گفت کت خدا داریم تا کت خدا دانش کت شد و چیزی مانند خندهی گرفته و درگه که بیشتر به رعدی از دور مانند بود از میان لبانش بیرون آمد از خدا گفت جناب میرزا بنویس چی فکر میکنی؟ باید برای این مهمون متشخص دستور بدیم از هر خونه جوجهی پارچهای کتونی و یا هر چیز دیگهی که لازمه بیارن نظرت چیه؟ میرزا بنویس گفت جناب کت خدا بله حتما لازمه لفکو پرسید پس عروسی چی شد؟ کی برگزارش میکنی؟ کت خدا گفت عروسی؟ به تو عروسی نشون میدم که هز کنی ولی خب باشه به خاطر این مهمان متشخص فردا کشیش شما رو عقد میکنه گوره گم کن بزار حاکم ببینه وظیفه شناسی به چی میگن و چقدر حکم اون متاع و رواست؟ خب بچه ها موقع خوابیدنه به خونهاتون برید. پیش آمده امروز باعث شد که به یادم بیاد اون زمانی که من همراه این کلمات کت خدا نگاه همیشگیش را از زیر چشم به اطرافیان انداخت و قیافه فردی مهم و باوقار را به خود گرفت. لفکو گفت الان که کت خدا تعریف کنه که چطور راهنمای ملک کاترین بوده. به این ترتیب لفکو خوشحال با قدم های تند به طرف کلبه آشنایی که درختان کوتاه آلبالو دورادور آن را گرفته بود به راه افتاد پیش خود فکر میکرد دختر خانم خوب و مهربون تو فرشته هستی خداوند غرفهای در بهش به تو عنایت کنه امیدوارم با بقیه فرشتگان مقدس تو اون دنیا به شادمانی بگذرونی برای هیچ کس موجزه امشب رو تعریف نمیکنم. مگه برای تو هانا فقط برای تو تعریف میکنم فقط تو حرف منو باور میکنی و هر دو با هم برای آرامش روح اون دختری بیچاره که غرق شده طلب آمرزش میکنیم. جوان به کلبه نزدیک شد. پنجره باز بود. نور ما از درگاه گذشته و به صورت هانا افتاده بود. سرش روی بازویش قرار داشت و خواب بود. لبانش چکان میخورد و نام او را آرام بر زبان میآورد. آورد. گفت دختر عزیز به خواب و بهترین خوابهای جهان رو ببین. اما بدون همه این خوابها بهتر از بیداری ما نخواهد بود. بر دختر علامت صلیب کشید و آرام دریچه را بست و دور شد. چند دقیقه بعد همه دهکده به خواب رفت. فقط ما در گستره دریای بیکران آسمان پرشکوه اوکراین شناور بود. در دل آسمان همه عظمت و جلال بود. شب نورانی خدا همه زیبایی بود. زمین درخشان غرق در نور نقرفان بود. اما هیچ کس این زیبایی ها را نمیدید. همه در خواب بودند. فقط گهگاه پارس سگی سکوت را می شکست و تا مدتها کالنیک همچنان در کوچه به دنبال خانه خود میگشت.